بسم الله الرحمن الرحیم، امید سلامت و سرحال باشید. خوب، ما یک لکچر در درس گذشته راجع به بلد پریشر کنترل داشتیم. ما گفتیم که فشار خون یا بلد پریشر، ما براتون میگم که چیز، فشار خون یا بلد پریشر توسط دو میکانیزم کنترل میشه. یکی به شکل اکیوت بلد پریشر کنترل است که خیلی در وقت کم کنترل میشه و ای عموما توسط فاکتورهای سیستم عصبی یا توسط نرو سیستم چی میشه؟ کنترل میشه. کی را ما در درس گذشته به شکل مفصل گفتیم که چطور کنترل میشه. و یکی دیگر لانگ ترم رگولیشن بلاد پرشر است که وقت زیاد را میگیره. لانگ ترم رگولیشن بلاد پرشر است که وقت زیاد را میگیره و این لانگ ترم رگولیشن بلاد پرشر عموما توسط کلیه، باز توسط کلیه هم توسط رینین، انجیوتنسین، الدوسترون اکسس یا سیستم این کنترل میشه که ما امروز این قسمت رو میخواییم بخوانیم که چطور کنترل میکنم. قبل از این یک چند نقطه در باره بلد پرشر براتون بگویم، قسمت های خود را زوم کن. خوب، قبل از اون میخواییم در باره بلد پرشر براتون بگویم که خود بلد پرشر مربوط به کدام فاکتور هاست، کدام فاکتور ها که تغییر کند تغییر در بلد پرشر هم میاد، چون این را ما در دست گذاشته هم گفتیم. ببینید، اول ما گفتیم که بلد پرشر مساوی است به یا مستقیم متناسب است به سیستولیک بلد پرشر ما داریم، درسته؟ و دیاستولیک بلد پرشر ما داریم که سیستولیک بلد پرشر چقدر است؟ 120 میلیمتر ایجی در شکل نرمال. و دیاستولیک بلد پرشر چقدر است؟ 80 میلیمتر ایجی. خب ای سیستولیک بلد پرشر عموماً مربوط به کاردیک آوتپوت میشه و دیاستولیک بلد پرشر مستقیما متناسب است با چی؟ با توتال پریپرال رزیستنس. ببینیم اول این کاردیک آوتپوت و توتال پریپرال رزیستنس چی است. ببینید، این لفت وینتریکل است. چی است؟ لفت وینتریکل. در لفت وینتریکل قبل است کی لفت وینتریکل داره به صفحه سیستول، اینجا مقدار خونی وجود داره و این خون رو میگن این دیاستولیک والیم. رو چی میگن؟ این دیاستولیک والیم. هنگامی که قلب پمپ میکنه، مقدار خونی که در یک بیت در یک ضربه خارج میشه این خون رو میگن استروک والیم. و مقدار خونی که در یک دقیقه خارج میشه، در چقدر وقت؟ در یک دقیقه، این رو میگن کاردیک آوتپوت. خب حال ببینین، هنگامی که قلب چی میکنه؟ کانترکت میکنه، قلب تقلص میکنه، لفت ونتریکل آورتیک والو باز میشه. و هنگامی که آورتیک والو باز میشه، کدام مانع بین لفت ونتریکل و اورتا موجود نیست و فشاری که در لفت ونتریکل از در اورتا هم است، همین فشاری که در انگام سیستول در لفت ونتریکل است و در اورتا هم است، در شراین بزرگ ما را میبینیم. این فشار در هنگام سیستولی رو میگن سیستولیک بلد پرشر. خب اینا رو براتون ما گفتیم تمام شما خاص خاطر این میگیم که واسه امروز دست نمیفهمید که اگر یادتون رفته باشه، این رو میگن سیستولیک بلد پرشر. ولی هنگامی که قلب دوباره میره به صفحه دیاستول، در هنگام صفحه دیاستول آورتیک والو چی میشه؟ بسته میشه. که بسته شد، یک مانع بین آورتا و لفت ونتریکل ایجاد شد، یعنی کدام ارتباط بین اینها حال نیست. این مانع که ایجاد شد، بعدا ما برد گفتم در هنگام سیستول این آورتا چی میشه؟ تو پس میره. خب آورتا خود را چی میکنه؟ بزرگ میکنه، کش میکنه، چون فشار است. بعدا هنگامی که این وال بسته شد، آورتا دوباره پیش میره. این که پیش میره، یک فشار را ایجاد میکنه که خون حرکت میکنه. این فشار را میگن دیاستولیک بلاد پرشر. چی میگن؟ میگن دیاستولیک بلاد پرشر. خب حال ببینید که اینها ما براتون چطور طبقه بندی میکنم. خب بلد پرشر تو متوجه باشین، خب بلد پرشر مربوط به کدام فاکتور هاست؟ مربوط به کاردیک آوتپوت هست
و total peripheral resistance هست. Total peripheral resistance. Total peripheral resistance چیز انگامی که قلب پمپ میکنن در مقابل اویه های کوچک یا در مقابل همین شرایین، اینجا یک مقاومت ایجاد میشه در مقابل همین فشار. و این مقاومتی که در مقابل قلب ایجاد میشه این رو میگن total peripheral resistance، که اینا رو من برتون در درس‌های گذشته به شکل مفصل گفتیم. خب خب حال شما ببینید بلاد پرشر مربوط به کدام فاکتورهاش؟ مربوط به کاردیک آوتپوت شد و توتال پریفرال رزیستنس شد. کاردیک آوتپوت مربوط به دو فاکتور میشه، یکی که چقدر استروک والیوم خارج میشه. مثلا اگر 70 میل استروک والیوم خارج شود در یک دقیقه حدود 5000 ایمیل خون خارج میشه. کاردیک آوتپوت 5000 ایمیل است. اما مثلا اگه 80 شد و 90 شد استروک والیوم ما اما قدر مقدار خونی زیاد در یک دقیقه خارج میشه، کاردیک آوتپوت چی میشه؟ بالا میره. پس کاردیک آوتپوت مربوط به چی میشه؟ مربوط به استروک والیوم میشه که چقدر استروک والیوم خارج میشه در هر بیت. و دیگه مربوط به چی میشه؟ مربوط به هارت ریت میشه. مثلا اگر ضربان قلب در یک دقیقه 60 باشد یا 70 باشد 5000 میل خارج میشه، اما اگر ضربان قلب به شکل فیزیولوژیک البته در شکل لیمیت از لیمیت باید خارج نشه، هارت ریت که باز ریتمیا میشه، در شکل لیمیت اگر هارت ریت بالا میره استروک والیوم هم زیاد میشه و بر علاوه که استروک والیوم زیاد میشه چی میشه؟ کاردیک آوتپوت هم زیاد میشه. پس کاردیک آوتپوت مربوط به استروک والیوم است و مربوط به چی است؟ مربوط به هارت ریت است. هارت ریت البته یادتون باشه که لیمیت باشه. لیمیت اگر لیمیت نبود ای باز ایریتمیا میشه، مشکل ایجاد. استروک والیوم که آیا زیاد باشه یا کم باشه این خودش مربوط به دیگه فاکتورها میشه. خب یک این مربوط به چی میشه؟ مربوط به اند دیاستولیک والیوم میشه. یعنی هر چقدر که این دیاستولیک والیوم زیاد بود به همون اندازه چی زیاد است؟ استروک والیوم هم زیاد میشه. و هر چقدر که استروک والیوم زیاد شد کاردیک آوتپوت هم چی میشه؟ زیاد میشه. کاردیک آوتپوت که زیاد شد بلاد پرشر هم چی میشه؟ زیاد میشه. خب خود این دیاستولیک والیوم چی؟ این دیاستولیک والیوم این باز مربوط به چی میشه؟ مربوط به ونوس ریتارن میشه. مربوط به چی میشه؟ مربوط به ونوس ریتارن میشه. چقدر خون برگشت میکنه از اویه ها ونوس ریتارن میشه. اگه اینجا وینو دایلیشن وجود داشته باشه ونوس ریتارن کم میشه. نه وقتی کم شد این دیاستولیک والیوم هم کم میشه، کم استروک والیوم هم کم میشه، کاردیک آوتپوت هم کم میشه، بلاد پرشر هم کم میشه. پس این مربوط به چی میشه؟ مربوط به ونوس ریتارن میشه. مربوط به ونوس ریتارن میشه. و بعدم خود ونوس ریتارن مربوط به این میشه که فشار در رایت آتریوم چقدر است. فشار چی است؟ هر چقدر خوب فشار بود خوب ونوس ریتارن صورت میگیره به دیاستولیک والیوم. فشار چقدر است در رایت آتریوم؟ فشار چقدر است رایت آتریوم؟ پرشر. و دیگه مربوط به همین تونی اویه ها میشه، واز تون میشه. مربوط به چی میشه؟ تونی اویه ها که آیا اویه ها دایلیت هست یا کانسترکت هست. مربوط به چی میشه؟ مربوط به واز تون میشه، واز تون. خوب اینا رو من در درست گذشته هم گفتم. و توتال پریفرال رزیستنس رو میفهمیم که مربوط به میشه، مربوط به واز تون میشه که اینجا دایلیشن وجود داره یا آیا کانسترکشن در شرایین کوچک وجود داره. حال ببینیم، ما این خیلی مهم است، نمی کل درس همین جای مهم است. خب چون امید باید تو بفهمی که میکانیزم ها چطور کار میکنن، چطور بلاد پرشر رو بالا میبرن. حال دیگه یک شخص مثلا چی داره؟ بلیدینگ داره. یک شخص چی داره؟ بلیدینگ داره. باش این مایک من باز شد. مایک بست نکن. خب حال ببینیم دکتر صاحبا، یک شخص چی داره؟ بلیدینگ داره. یک شخص خون رضایی کرده و هنگامی که شخص بلیدینگ داره والیوم خون کم میشه. به این معنی که چی کم میشه؟ تمامی فاکتورها کم میشه. اینا که کم بلاد پرشر هم چی میشه؟ کم میشه. پس این که بلاد پرشر کم شد چطور کلیه یا ریه و یا ایرینین انجیوتنسین الدوسترون سیستم ایر کنترل میکنه تا این فشار خون رو چی شد؟ بالا بره. بره بیم خیلی از اساس شروع میکنیم. این شریان است که با کجا آمده؟ با
خود کلیه آمده. اینا اینو من میگم که قسمت کلیه رو من چی یاد میگم. اگر می جریان به چی آمده؟ به کلیه آمده. و در کلیه ما چی داریم؟ ساختمان های کوچکی داریم که اینها کلیه را ساختن و این را به نام چی یاد میگن؟ به نام نفرون یاد میکنن. که هر کلیه حدود 1 میلیون یا 1.2 میلیون نفرون داره. هر کلیه. خب برای هر کلیه این با یک اویه آمده. و این اویه ای که طرف این نفرون از خود ما وقت میگیم که هر قسمتی رو به نام چی یاد میکنن. این شریان کوچک یا این ارتریول که به طرف چی آمده؟ به طرف نفرون آمده. این میگن افرنت ارتریول. چی میگن؟ افرنت ارتریول. خب بعدن در این قسمتی رو میگن گلومرولا. اینا شما اناتومیش زیاد گفت نمیزن و خود باز گنگستون میکنم. این میگن افرنت ارتریول. چیه؟ افرنت ارتریول و بعد ارتریول و بعد دمیول. خب هنگامی که خون به کلیه میاد از اینجا به کلیه نه بعد میگن به نفرون. از اینجا چی خارج میشه؟ فیلترشن صورت میگیره. صورت میگیره؟ فیلترشن صورت میگیره. کی را میگن این سرعتی آیا بالا باشه یا کم باشه این مربوط به جریان خون میشه که فیلترشن آیا کم باشه یا زیاد باشه. گلومیرولر فیلترشن ما میگیم و این که سرعتی زیاد باشه یا کم این مربوط به بلد فلو میشه که چقدر خون میه بایی. یعنی این را ما میگیم جی اف آر گلومیرولر فیلترشن ریت. این آیا بالا باشه یا پایین این مربوط به چی میشه؟ مربوط به بلد فلو میشه که چقدر خون به این نفرون میاد. حال انگامی که خون به کلیه میاد این کلیه بلد پرشر یعنی بلد فلو را به دو میکانیزم کنترل میکنه. خب این کلیه به چند میکانیزم کنترل میکنه؟ به دو میکانیزم کنترل میکنه. یعنی رینال به چند میکنه؟ به دو. یکی به شکل مایوجنیک و دوم به نام تیوب بیو لو گلومیرولر ریفلکس. به این دو شکل کلیه چی را کنترل میکنن؟ این شور اون یا همین بلد فلو را به کلیه کنترل میکنن. اول یک چند نقطه درباره مایوجنیک چی میگم و بعد باز میایم سر اصلی هدف خود سر رینین انجیوتنسین الدوسترون سیستم. خب ببینین اینجا چی هست؟ در اطراف همی کپیلری در اطراف اینی ارتریول چی هست؟ حجرات هست خب؟ کدام نوع حجرات سموت مسل هست؟ اینجا چی هست؟ سموت مسل. یه شما هم میفهمین وقت ارتریول هم این سموت مسل را داره. هنگامی که بلد فلو زیاد باشه این سموت مسل چون با ارتریول یک جا هستی چی میشه؟ کش میشه. این سموت مسل اینجا ما گرفته می چی میشه؟ کش میشه. و در سموت مسل در دیوار سموت مسل در غشای سموت مسل چی وجود داره؟ در غشای سموت مسل اینجا چینل ها وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر سدیم. که هرگاه سموت مسل کش شوه سدیم چی میشه؟ داخل میشه. و این سدیم که داخل میشه این باعث میشه تا در داخل سموت مسل ترشول را بالا بره و ترشول که بالا رفت ترشول را تچ کنه و ترشول که تچ شد اون اکشن پتانسیل صورت میگیره و باقی میکانیزمی که به کدام میکانیزم کلسیم خارج میشه اینجا و به کدام میکانیزمی میره به کانستراکشن میره. ما برکن در کجا گفتم؟ در سموت مسل گفتم. خب این سموت مسل چی میشه؟ کانترکت میشه. و هنگامی که سموت مسل کانترکت کرد این وینو ارتریول کانستراکشن صورت میگیره. این شراین چی میشه؟ قبض میشه. بیشتر کانستراکت اون کانستراکشن جی پار چی میشه؟ پس چطور بود؟ هنگامی که وینو کانستراکشن صورت گیره جی پار کم میشه. البته هرگاه بلد فلو زیاد بود. اما برعکس اگر بلد فلو کم بود چی کم بود؟ بلد فلو کم بود این کانستراکشن چی میشه؟ صورت نمیگه. کانستراکشن که صورت نگیره جی پار پس چی میشه؟ بالا میره. خب این دیگه مربوط به مایوجنیک است که باز در کلیه که میبینیم. حال ما سر این قسمت میریم سر رینین انجیوتنسین الدوسترون سیستم که با کدام میکانیزم کار. خب
مشکی جی پارا مثلا اینجا نشته کنم جی پارا این قسمت را میبینین این را میگن بومین کپسول این چی میگن بومین کپسول این را میگن پروکسیمال کانولیتد تیبیول لوپ آف هینگلی دیسندینگ و اسندینگ پاپای هم دیستال کانولیتد تیبیول در قسمت ارلی پورشن دیستال کانولیتد تیبیول در قسمت شروعی ای اینجا چی وجود داره؟ به این شکل وجود را توجود استوانه ای تاریک این استوانه ای تاریکی را میگن مکیولا مکیولا دنزا چی میگن؟ این را میگن مکیولا دنزا نزدیک کپیلا نزدیک آرتریول اجرات چی سموت مسئله وجود داره نه دیگه اجرات وجود داره اینا به این شکل اینجا هم اجرات وجود داره اینا میگم جکستا گلو میرولرسل درست است؟ جکستا گلومیرولرسل با مکیولا دنزا توسط اجرات دیگه چی شده؟ با هم یک جا شد و این اجرات دیگه را که شما میدین بگم لایسین سل جرات لایسین سل و یا مزنجیال سل چی؟ مزنجیال سل لایسیس سل یا مزنجیال سل مزنجیال سل مزنجیال سل مکیولا دنزا و جرات جکسا گلومیرولر سل تمام اینها یک دستگاه را می سازن چی را می سازن؟ یک دستگاه را می سازن و این دزگاهی را که اینها می سازن این را میگن جکستا گلومیرولر اپاریتس چی میگن؟ جکستا یو از با جکستا گلومیرولر اپاریتس وظیفه جکسترا گلومیرولر اپاریتیس چیست؟ هنگامی که خون میه یا بلاد فلو صورت میگیره به چی؟ به خود همین نفرون ها یکی خود این حجراتی که نزدیک آرتریول قرار داره این جکسترا گلومیرولر سل اینها به شکل کیمو ریسپتر عمل میکنن اینها به این شکل عمل میکنن که آیا بلاد فلو کم است یا زیاد یک اگر بلاد فلو کم بود با اینا باید این میشن تا چی رو خارج کنن انزایمی به نام رینین بخور و این رینین در جکستا گلومیرولرسل ذخیره است اونجا در شکل به شکل فیزیکال ها در اینجا است از خاطر به نام گرانیولر سل هم یاد میکنن خود اینجا چی از ذخیره است و این رینین خارج میکنه یک طریقه که انزایمی رینین چی میشه داخل دوران میشه دو ببین هنگامی که جی اف آر چی باشه کم باشه جی اف آر که کم باشه چون بلد فلو کم است جی اف آر هم کم است نه هنگامی که جی اف آر کم باشه اینجا شما میفهمین که در بعد فیلتریشن سدیم و کلور هم چی میشه فیلتر میشه از اینجا اما کلور شما میبینیم ما با سدیمش کار داریم این سدیم حدود 90% در پروکسیمال کانولیتد تیوبول دوباره چی میشه جذب میشه و باقی ای آمده میره پیش میره به اینجا و در اینجا توسط مکیولا دنزا چی میشه؟ این مکیولا دنزا توسط ای دوباره در اینجا در این قسمت ها در دستال کانورتیبول جذب میشه و این مکیولا دنزا خیلی حساس است در مقابل سدیم اگر دید که اینجا سدیم خیلی کم آمد چرا کم میره؟ چون ببینید جی پار اگر کم باشه آیسته فیلترشن صورت میگره فیلترشن که آیسته صورت گرفت اینجا برای حجرات پروکسیمال کانولیتد تیوبول وقت زیاد داده میشه تا سدیم ها چیکار جذب شه وقت زیاد که داده مثلا حال 90% حالت نرمال جذب میشه
در اینی که جیفار آیسته باشه حدود 99% مثلا جذب میشه، 95% مثلا جذب میشه، یعنی زیاد جذب میشه. پس سودیم کم به این قسمت میاد و این توسط مکیولا گینسوا حس میشه که سودیم کم اومد. یکی کم آمدی باعث تنبیه همی جکسترا گلومیرول اپریت چیز میشه. بغض از کدام قسمت جکسترا گلومیرول سل و این باز چی میکنه؟ رینین خارج میکنه. این باز رینین یا کجا خارج میکنه؟ به داخل دوران. این دو قسمت که رینین داخل دوران میشه. سوم، ما بعد از درس گذشته گفتم که در هنگامی که بلاد پرشر کم شود سیمپاتیک نرو سیستم فعال میشه و سیمپاتیک نرو سیستم این هم بالای این جکسترا گلومیرول سل چی داره؟ آخوزه های خود را داره و این آخوزه هایی که اینجا از این باعث این میشه تا اینجا دیگر رینین هم شوه داخل دوران جایی را تنبیه میکنه. اینجا چی میکنه؟ دیگر رینین هم داخل دوران شوه. خوب، حال دیگه شما ببینید رینین داخل چی شد؟ داخل دوران شد و ما حال چی را داریم؟ رینین را داریم. حال رینین در دوران است. این رینین چی هست؟ انزایم است. کبد را میبینید؟ یا نه؟ کبد داخل دوران با همیشه یک پروتینی خارج میکنه به نام انجیوتنسین و جم. به نام چی؟ انجیوتنسین و جم. چی خارج میکنه اینجا؟ برای علاوه دیگه پروتین ها خود. چی خارج میکنه؟ انجیوتنسین و جم. انجیوتنسین و جم. چی میکنه؟ خارج میکنه. این با داخل دوران همیشه خارج میکنه. و رینین هم از اینجا آمد. رینین هنگامی که خارج میشه که انجیوتنسین و جن را میبینه بالای این کار میکنه، اینه کلیو میکنه، این را تجزیه میکنه. انجیوتنسین و جن را به چی تجزیه میکنه؟ به انجیوتنسین و فن. به چی؟ به انجیوتنسین و فن. در کجا براتون بگم؟ خیلی همی دوران میگیرم خب. این چی میکنه؟ همی انجیوتنسین و جن را به چی تبدیل میکنه؟ به انجیوتنسین و فن. خب، حال انجیوتنسین وان کجا میره؟ این انجیوتنسین وان داخل چی شده؟ داخل دوران میشه، یعنی به این شکل این میاد داخل دوران. و در دوران ما چی داریم؟ این ریه است. چی است؟ ریه. در ریه کپیلری ها وجود دارن، قادر تبادله مواد. هنگامی که انجیوتنسین وان نه با کجا؟ با کپیلری همی ریه میرسه. در کپیلری ریه اینجا یک انزایمی وجود داره که بر علاوه که در ریه وجود در دیگه کپیلری ها در دیگه حجرات اندوتلیال که کپیلری ها هم وجود داره. اما یکی هنگامی که انجیوتنسین وان اینجا میه، این انجیوتنسین وان توسط همی انزایم ها توسط همی انزایم تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به این انجیوتنسین وان تبدیل میشه به چی؟ در داخل همین کپیلری خوب به انجیوتنسین 2. به انجیوتنسین 2 مرکز برد کن که انجیوتنسین وان به انجیوتنسین 2 در کدام قسمت ریه تبدیل میشه؟ تو میگه توسط حجرات اندوتلیال کپیلری ریه ها. درست است؟ خب، این انجیوتنسین 2 دیگه هم کار از شروع اصلی را شروعش انجیوتنسین 2 میکنه. و اینجا را فهمیدیم رینین داخل دوران شد. رینین انجیوتنسین جن که توسط کبد همیشه در داخل دوران است، رینین انجیوتنسین جن را به چی تبدیل کرد؟ به انجیوتنسین 1. انجیوتنسین 1 به ریه آمد و در ریه توسط این انزایم به چی تبدیل شد؟ به انجیوتنسین 2. و این انزایم را میگن انجیوتنسین کانورتینگ انزایم. میره چی میگن؟ انجیوتنسین کانورتینگ انزایم. انجیوتنسین کانورتینگ انزایم. میره میگن انجیوتنسین کانورتینگ انزایم. خب، حال دیگه انجیوتنسین دو رو ما در چی داریم؟ در دوران داریم. حال دیگه دوران تمامش انجیوتنسین دو داره. خب، زیاد انجیوتنسین دو داره دوران. خب، حال ببینین که انجیوتنسین دو چی کارها میکنه. خب، حال دیگه انجیوتنسین دو چی میکنه؟ یک،
انجیوتنسین دو آخذه های خود را دارد در کجا؟ در وینیول، در قسمت ارتریول و وینیول. و در ارتریول و وینیول هنگامی که انجیوتنسین دو یک جا میشه چی میکنه؟ کانستراکت میکنه یا تقوض. هنگامی که تقوض کرد ببینید چند کار میشه. یکی خویی میشه هنگامی که وینیول تقوض کرد، وینوس ریترن چی میشه؟ زیاد میشه. وینوس ریترن زیاد میشه. وینوس ریترن که زیاد شد این دیاستولیک والیوم زیاد میشه. این دیاستولیک والیوم که زیاد شد استروک والیوم زیاد میشه. استروک والیوم که زیاد شد کاردیک آوتپوت زیاد میشه. کاردیک آوتپوت که زیاد شد بلاد پرشر چی میشه؟ بالا میره. یک دوم انجیوتنسین دو هنگامی که بالای شراین بالای آرتریول چی میکنه؟ تاثیر میکنه. این را هم کانستراکت میکنه. گفتم که کانستراکت کرد چی میشه؟ total peripheral resistance زیاد میشه. total peripheral resistance که زیاد شد بازم blood flow بازم blood pressure چی میشه؟ زیاد میشه. این angiotensin 2 بالای رویه ها تاثیر کرده. یک دوم angiotensin 2 اینجا تاثیر میکنه بالای چی؟ بالای فایبر های عصبی sympathetic. این فایبر عصبی sympathetic nervous system هست، preganglionic و بعدم پوست. شما میبینید که پوست گانگلیانه سیمپاتیک نرو سیستم همیشه نور اپینفرین رو چی میکنه؟ نور اپینفرین رو خارج میکنه یا افراز میکنه. هنگامی که انجیوتنسین دو فعال شد یا آخذه های رو برای پوست گانگلیانه سیمپاتیک نرو سیستم داره بالای اینجا داره و اینجا هم چی میکنه؟ تاثیر میکنه. باید اینجا تا نور اپینفرین خارج و نور اپینفرین دیگه در درس ما گذشته ما گفتیم عصب سیمپاتیک نرو سیستم فعال شد با کدام مکانیزم ها سببی میشه تا بلاد پرشرش ها بالا ره. این دو کار. سوم این انجیوتنسین دو در قسمت هایپوتالاموس بالای مرکز تشنگی عمل کرده، بالای ترست سنتر عمل کرده و سبب چی میشه؟ سبب تشنگی شخص میشه. شخصی که زخمی است میگه آب بده. چرا؟ چون این قسمت تنبیه شده توسط انجیوتنسین دو و یا همین قسمت تنبیه میشه که شخص میخواه چی؟ میگه آب مربطه، یا کسی که فشارش پایین است میخواه آب را میخواه، چون این مرکز تشنگی چی میشه؟ تنبیه میشه. سه گفت شد نه؟ چهارم انجیوتنسین دو بالای پیچوتری گلند. پیچوتری گلند را شما میفهمید که یک قسمت قدامی داره، انتریور پیچوتری گلند و پاستریور پیچوتری گلند. بالای پاستریور پیچوتری گلند تاثیر کرده، بالای اینجا تاثیر کرده و سبب چی میشه؟ سبب افراز ADH میشه. ADH آنتی دایورتیک هورمون. و ADH چی میکنه؟ در این قسمت در کلکتینگ داد اینجا چی میسازه؟ چینل ها میسازه. چینل ها به خاطر چی میسازه؟ به خاطر آب میسازه. شما میفهمین که این قسمت، قسمت میدولا چقدر که خود همین نفرون با آخر رفتن میره به طرف میدولا داخل میشه، میدولای کلیه. در میدولای کلیه آزمولاریتی خیلی بالاست. چی هست؟ آزمولاریتی خیلی بالاست ولی در این تیبول آزمولاریتی کم هست. انگار که چینل ها برای آب ساخته شوه، جور شوه، آب خیلی بسرعت از اینجا داخلی میدولا میشه و بالاخره داخل دوران و این باعث چی میشه؟ باعث میشه تا والیوم خون بالا بره و بلاد پرشر شوه بالا بره. پنجم انجیوتنسین دو بالای افرین ارتریول چی میکنه؟ تاثیر میکنه و این افرین ارتریول چی میکنه؟ تقبض میتنه. افرین ارتریول چی میکنه؟ کانستراکت میشه و این افرین ارتریول هنگامی که کانستراکت شد اینجا فشار بالا میره. فشار که بالا رفت جیف آر دوباره چی میشه؟ بالا میره. جیف آر که بالا میره کلیه از دمیج چی میشه؟ خلاص میشه. این بود تاثیرات انجیوتنسین دو بالای قسمت ها. حال میان سر یک قسمت خیلی مهم. انجیوتنسین دو بالای چی؟ بالای غده فوق کلیه یا ادرینال گلند چی میکنه؟ تاثیر میکنه. ادرینال گلند، ادرینال گلند شما از دو قسمت ساخته شده، قسمت کورتکس و قسمت میدولایی. یک کورتکسی داره سه طبقه، سیاه، سرخ، اینی سبز که مرس میکنه و داخل میدولاست. اینا رو میگن، سیاه رو میگن زونا گلومیرولوزا، سرخ زونا پاسیکولاتا و این سبز بنامه
زونا ریتیکولاریس و بالاخره میدولا. با اونایش ما کار نداریم، ما بین زونا گلومیرولوزا کار داریم. چون زونا گلومیرولوزا هنگامی که تنویمش تاست در چیزی که تنوی شد ایچی خارج میکنه، الدوسترون خارج میکنه، الدوسترون خارج میکنه و ای الدوسترون یک استیروید هورمون است. استیروید هورمون است و در تمام بدن جذب میشه خب خیلی با خوبی. خب هنگامی که انجیوتنسین 2 بالای ای زونا گلومیرولوزا آخذهای خود را داره و از اینجا باعث چی میشه؟ باعث افراز الدوسترون میشه. خب حال بیاین دیگه ببینیم که الدوسترون چی میکنه، برای کدام قسمت ها تاثیر میده. یک لیت تیبول در اینجا حجرات داریم به نام پرنسپال سل. به نام چی؟ به نام پرنسپال سل. و این حجرات پرنسپال سل توسط الدوسترون چی میشه؟ تنبیه. اینجا آخذهای خود را الدوسترون داره. انگامی که این نه آخذهای خود را بالایی نداره، خب الدوسترون داخل میشه و جین ها را فعال میکنه. چی را میکنه؟ مثلا سینه و جین را چی میکنه؟ فعال میکنه تا پروتین بسازه. چی بسازه؟ پروتین بسازه. انگامی که الدوسترون داخل شد سینه چی رقم پروتین ها را میسازه؟ یکی خوی این جین نمبر یک فعال میشه. مثلا این چی را میسازه؟ سودیم پوتاشیم پمپ را میسازه. سودیم پوتاشیم اتیپیز یا پمپ را میسازه در تمام قسمت های همین حجره. درست است؟ جین نمبر دو که فعال شد ای چی را میسازه؟ چینل های سودیم را میسازه. اینا اینجا چینل های سودیم را میسازه. چینل های سودیم را میسازه. جین نمبر سه که فعال میشه ای جین باش که یادایی نکنم بکنم جین نمبر دو چینل های سودیم را میسازه. جین نمبر سه که فعال میشه چی را میسازه؟ چینل های پتاشیم را میسازه. حال ببینید دیگه خوب متوجه سودیم که اینجا میایه. چی اینجا میایه؟ سودیم اینجا میایه. این سودیم پتاشیم اتیپیز چی میکنه؟ کار میکنه. اول سودیم از اینجا خیلی به سرعت داخل میشه و شما میفهمید که سودیم همیشه توسط آب پالو میشه. توسط آب چی میشه؟ فالو میشه. این سودیم که جذب شده میره چی میشه؟ آب هم ترافیکش میکنه. یک این سودیم جذب میشه. هنگام یک میکانیزم دیگه، هنگامی که سودیم اینجا کم میشه یه قسمت دیگه هم فعال شده میره و رینین افراز میکنه. درست است؟ و به همون میکانیزم دوباره باعث این میشه تا بلک پرشر چی شد بالا میره. خب این سودیم ها چی میشه؟ جذب میشه، از اینجا خیلی بسرعت داخل میشه. درست است؟ این سودیم پتاشیم اتیپیز چطور کار میکنه؟ سودیم را خارج و پتاشیم را داخل حجره میکنه. سودیم را خارج و پتاشیم را داخل حجره میکنه. خیلی بسرعت، چون از اینجا سودیم آمده میره. اما در داخل حجره خیلی پتاشیم جمع میشه. چی میشه؟ پتاشیم جمع میشه. باعث همین پم و پتاشیمی که جمع میشه این دوباره چی میشه؟ از اینجا خارج میشه. این پتاشیم دوباره از اینجا خارج میشه و پتاشیمی که از اینجا خارج میشه میره به کجا؟ به خود قسمت همین ادرار. خب یک قسمت که الدوسترون بالایی چی میکنم؟ تاثیر میکنم. خب راستی انجیوتنسین ایغو قسمت الدوسترون بود نه؟ انجیوتنسین دو یک کار دیگه هم میکنه برای علاوه دیگه کارها. اینجا در پلازمال کانجکتیویل حجرات هم بالایی چی میکنه؟ تاثیر میکنه. چی رقم تاثیر میکنه؟ در این حجرات یک نوع پمپ ها رو میسازه، ایجاد میکنه که اینی آخوزه های انجیوتنسین دو هنگامی که تنبیه میشه اینجا پمپ ها وجود دارن و این پمپ ها چی هست؟ سودیم و از خاطر سودیم و از خاطر چی؟ از خاطر پروتون است و این سودیم پروتون کانتر ترانسپورت است. درست است؟ سودیم را از اینجا داخل میکنه به کجا؟ به حجره. چون اینجا سودیم باید زود داخل شونه و پروتون چی میشه؟ خارج شده میره. خب هنگام که پروتون خارج شده میره در داخل ایلومین، این ایلومین نمکم برسان کلان بگیرم، در داخل ایلومین چی میشه؟ پروتون زیاد میشه. پروتون غلظتش خیلی زیاد میشه. خب هنگام که پروتون غلظت زیاد شد از اینجا چی میاد؟ بایکار میاد. چی میاد؟ بایکار HCO3 از اینجا فیلتر میشه. HCO3 این بایکار با این پروتون چی میشه؟ یک جا میشه و چی رو میسازه؟ H2CO3 رو میسازه. بعدن این H2CO3 دوباره چی میشه؟ تجزیه میشه در همین داخل لیومین. این تجزیه میشه با چی؟ با H2O
و کاربون دای اکساید و HDO و کاربون دای اکساید. خب کاربون دای اکساید چی میشه؟ داخل حجره میشه و این هنگامی که داخل حجره شد در اونجا باز با چی یکجا میشه؟ با آب یکجا میشه، با H2O یکجا میشه. و چی؟ خب HCO3 رو میسازه، چون این هست 3 دانه اکسیژن، یک دانه کاربون و یک دانه هیدروژن، این HCO3 رو میسازه. در داخل اینجا HCO3 دوباره چی میشه؟ تجزیه میشه، همون شکل. به چی تجزیه میشه؟ به H2O و پروتون، و H2O و پروتون تجزیه میشه و اینجا دوباره پروتون زیاد شده میره، پس پروتون خارج میشه. این پمپ از خاطر اینکه پمپ کار کنه، این به همین شکل کار کرده میره. این هم باعثی میشه تا سودیم خیلی به سرعت جذب شوه و باعثی چی شوه؟ باعثی شوه تا آبراهم با خود جذب و ولیم خون چی شوه؟ بالا بره. خب این بود میکانیزم رنین انجیوتنسین الدوسترون سیستم که با کدام میکانیزم کار میکنه. خب به یک چند تا ایچی رو براتون بگیم دوا ببینیم. خب در قسمت دواهایی که در هایپرتنشن استفاده میشه، در فشار بالا، دواهایی هست که این انزایم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم، این انزایم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم، این رو چی میکنه؟ نهی میکنه، این رو انهبیت میکنه. دواهایی هست که رو چی میکنه؟ انهبیت میکنه. مثلا کپتوپریل، کپتوپریل و انالوپریل، انالوپریل، کپتوپریل و انالوپریل یا دیگه دواهای دیگه که هست با می گروپ، این انجیوتنسین کانورتینگ انزایم رو چی میکنه؟ انهبیت میکنه. و اینه که انهبیت کرد باعث میشه تا انجیوتنسین یک به انجیوتنسین دو چی شود؟ تبدیل نشه. انجیوتنسین یک به انجیوتنسین دو که تبدیل نشد، این مکانیزم ها صورت نمیگیره و بالاخره فشار چی میشه؟ پایین میره. چون این مکانیزم ها از خاطر بود که فشار بالا بره، اینا رو تمام شد سرچپک نیچی میشه، فشار پایین میره. و ضمن همی انجیوتنسین کانورتینگ انزایم این یک کار دیگه هم میکنه که من براتون در اول نگفتم، برعلاوه ای که این انجیوتنسین یک و انجیوتنسین دو چی میکنه؟ تبدیل میکنه. این خود برادیکاینین رو هم چی میکنه؟ تجزیه میکنه. همین انزایم برادیکاینین از خاطر چیست؟ از خاطر وازو دایلیشن است، چون اون هنگامی که تخریب شده دیگه وازو دایلیشن هم صورت نمیگیره. و یک گپ دیگه، این دواهای انجیوتنسین انزایم انجیوتنسین کانورتینگ انزایم اینهیبیتور که هست، این دوای ACIH گاه در چی استفاده نکنین؟ در خود رینال استنوزیس، در این قسمت هیچ استفاده نکنین. مثلا یک شخص رینال آرتری استنوزیس داره، چی داره؟ رینال آرتری استنوزیس داره و تو بری این دوا را هم میدی در رینال آرتری استنوزیس، هنگامی که استنوز موجود باشه کلیه چی میکنه؟ خود را چطور نجات میده که باید من خراب نشم، من تخریب نشم، من نمورم؟ این خود را به این شکل نجات میده که همین پروسه هایی که من گفتم میره چی میکنه؟ فعال میکنه و این باعث میشه تا همین رینال آفرینت آرتریول، همین شریانی که به طرف چی آمده؟ به طرف کلیه آمده یا هم به طرف نفرون آمده، چی شود؟ دایلیت شود. هنگام که دایلیت شود پس جی پار چی میشه؟ نرمال میشه. اما هنگامی که تو این دوا رو دادی، ببینیم این میخواید که انجیوتنسین یک را بخاطر خود با انجیوتنسین دو توسط چی تبدیل کنه؟ توسط ریاما. تو اینجا این انزایم انهبیت کردی و اینجا هم استنوزیس موجود است. خب هنگامی که استنوزیس موجود باشه انجیوتنسین دو ساخته نمیشه، چون تو انزایم را انهبیت کردی، یعنی انجیوتنسین دو که ساخته نشد یه هم دایلیت نشد. دایلیت که نشد باعث میشه تو خود همین نفرون ها از بین بره یا رینال دمیج صورت بگیره. خب دیگر دکتر صاحبا، این بود درس ما راجع به